سلام، با آشپزخونه لذیذ خوش اومدید. امروز با قلیه ماهی بوشهری در خدمتتون هستم. مواد لازم برای قلیه ماهی بوشهری: ماهی هومور 1 کیلوگرم، سبزی ماهی از گشنیز و شنبلیله من استفاده کردم، نمک و تمر هندی که حدوداً 50 گرمه، زردچوبه، فلفل قرمز، یه دونه پیاز متوسط، یه بوته سیر و یه قاشق غذاخوری هم پودر سیر استفاده کردم. بریم به آموزش. الان ماهیمون رو با تمر هندی مزه‌دار می‌کنیم. تمر هندی هم با آب جوش کم رقیقش می‌کنیم. بعد به ماهیمون می‌زنیم. ماهی هم می‌ذاریم حدوداً یک ساعت بمونه که خوب مزه‌دار بشه. پیازا رو می‌ریزیم داخل قابلمه که کامل سرخ بشه. بعد پیازمون که خوب سرخ شدن، سیر رو بهش اضافه می‌کنیم. خب، الان سیری که رنده کردیم رو بهش اضافه می‌کنیم و تفت می‌دیم. سیرا با پیازا را تفت میدیم. خب الان نوبت به سبزیامون رسید. سبزیامون رو کامل همه رو میریزیم و سبزی ها رو خوب تفت میدیم کامل سرخ بشن. تمر هندی هم با آب ولرم خیس میکنیم، بعد کامل نرمش میکنیم و از صافی رد میکنیم. آب هم اندازه که خودتون دوست دارین زیاد نباشه بهتره. آب تمری که آماده کردیم و از صافی ردش کردیم، الان دو قاشق غذاخوری آرد گندم بهش اضافه میکنیم و کامل مخلوط میکنیم برای اینکه قلیمایمون غلیظ بشه. آرد اضافه میکنیم، آرد را کامل حل میکنیم که گلوله گلوله نباشه. الان پودر سیر داریم، بهش اضافه میکنیم و یک قاشق غذاخوری زردچوبه داریم، اونم اضافه میکنیم. مقداری فلفل قرمز اضافه میکنیم که اگه دوست داشتین شما اضافه کنید و مقداری هم نمک بهش اضافه میکنیم. الان سبزیامون که خوب تفت خوردن، مایه که نادیم یک ساعت مزه دار شد و به سبزیامون اضافه میکنیم. مایه هم یه تفت کوچولی داخل سبزیام میدیم، بعد میذاریمش کنار و آب تمری که آماده کردیم و به سبزیامون اضافه میکنیم. الان مایه را داخل سبزیام تفت دادیم، میذاریمش کنار و آب تمری که آماده کردیم و به سبزیامون اضافه میکنیم. الان آب تمر که آماده کردم و به سبزیامون اضافه میکنم، بعد میذارم نیم ساعت موادمون خوب جا بیفته، بعد ماهی بهش اضافه میکنم. شعله متوسط باشه. الان باید ماهیمونو اضافه کنیم. الان ماهی اضافه میکنیم. بازم باید نیم ساعت بذاریم تا خوب جا بیفته. اینم از قلیه ماهی بوشهری ما که آماده شد. امیدوارم شما هم درست کنید و نوشجان کنید. دوست داشتید ما را سابسکرایب کنید.